حکمت خدا که کمک ما خواهد کرد تا بتوانیم در اون دانش و توانایی قرار بگیریم. باز در امثال 3:19 میخونیم، اعلام میکنه خداوند به حکمت خود زمین را بنیاد نهاد. خدا به حکمت خود زمین را ساخت و به عقل خیش آسمان را استوار نمود. در از اینجا نمیگه خدا با حکمت و عقل خود به فرشتگان گفت فرشتگان این نقشه ساختن کره زمین هست، این نقشه ساختن آسمان هستش و شما باید این اعمال و این رفتار را انجام بدید و وقتی شما با این رفتار و اعمالی که انجام میدید ما پدیده‌ای به نام کره زمین و کهکشانات رو خواهیم داشت. هرگز اینگونه صحبت نمی‌کنه، بلکه اعلام می‌کنه به نوعی مطابق مزمور 33 آیه 9 میگه خدا گفت و شد. حکمت خدا این است، خدا میگه و نیز خواهد شد. و در پیدایش باب 1 ما می‌خوانیم آیه 3 و تمام مواردی که در 7 روز بهش اشاره میکنه، در 6 روز و 7 روز که روز آرامش هست اعلام میکنه و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. میلیون ها سال طول نکشید، از تک سلول توی آب تبدیل به کرم، ماهی، مارماهی، سوسمار، میمون، بعد انسان نشد. ما چه در کلام خدا نمیخونیم؟ کلام خداوند گفت و شد و مسیح اومد ثابت کرد. مرده بود زندهش کرد، مریض بود شفاش داد و همه ما تجربه کردیم. حکمت خدا ماورای آن چیزی هستش که ما تصور میکنیم. اما دانایی انسان فقط آگاهی او هست که در کسب دانش بیشتر میتواند به کمک تجربه برای رسیدن به هدف عمل نماید، اما هیچ تضمینی در اون نیست. برای مثال دانستن اینکه شخصی سرطان داره تا زمانی که من دانش درمان اون رو نداشته باشم هیچ توانایی در من نیست و هیچ کمکی به من نمیتونه بکنه که اون شخص بهبود پیدا کنه. حتی اگر توانایی داشته باشم نسبت بهبودی شخصی که سرطان داره، من تضمین 100% نسبت به اون نخواهم داشت، چون دانش من محدود است. اما حکمت خداوند که ریشه در ذات او و حقیقت او داره میتوانند یاری کنه منو تا در بدترین شرایط زندگی به امید زنده، به ایمانی 100% و پیروزی و رفع مشکلات، سلامتی و کامیابی نیز برسم. که قدم اول آگاهی من نسبت به قدوسیت خداست، که خدا قدوسه، تا در این مسیر خود را از هر دروغ، از هر خرافه روش فکر کنیم، از هر شک خودمون رو تفتیش کنیم، از هر ترس تقدیس کنیم و در آن زمان دانایی ما به توسط خدا توانایی ما خواهد شد. در ایوب 28:23 باز میخونیم، اعلام میکنه تنها خدا راه حکمت را میشناسند. تنها خدا راه حکمت را میشناسند، دانایی و دانش را نمیگه، دانایی و دانش را ما میتونیم بریم کسب کنیم. تنها خدا راه حکمت را میشناسد و میداند آن را در کجا توان یافت کرد. و چقدر زیباست که من به دنبال این خدا باشم برای کسب آنچه که من حکمت بده. حافظ میگه حافظ از دست مده دولت این کشتی نو ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. اگر خدای حقیقی رو شناختیم دست به دست رو بدیم از او حکمت رو بخوایم، تا نه تنها دانش ما باشه بلکه توانایی خدا نیز در اون نمایان باشه. باز در امثال 9:10 اعلام میکنه برای اینکه دانا شوی، توجه کن، برای اینکه دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری، یعنی دوستش داشته باشی، یعنی مانند شما عزیزان که کلیسای مسیح آمدید، عشق مسیح شما رو آورده اینجا، مانند عزیزان که روی فیسبوک با من هستن دوست دارن کلام خدا رو بشنون، عشق مسیح، عشق خدا دلیل اون شده.
برای اینکه دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری. اگر آن قدوس را بشناسی، واو، پس اگه میخوای حکیم بشی باید اون را بشناسی. اگه میخوای بگی کاسه چه کنم چرا تو دستم هست، من سالهاست به مسیح ایمان آوردم هنوز کاسه چه کنم هم تو دستم هست، لطفا به این آیه توجه کنیم. آیا خدا رو شناختی؟ آیا میدونیم خدا قدوسه؟ پیدا داریم با خدای قدوس بازی های مذهبی میکنیم، بیشتر بهش میپردازم اگر وقت بشه. اگر آن قدوس را بشناسی حکیم خواهی گردید. میخوام یه بار دیگه بخونم بعد برای این آیه دست بزنید، چون ضرورت زندگی ماست. برای اینکه دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاریم، محبتش کنیم مانند شما. اگر آن قدوس را بشناسی حکیم خواهی گردید. آمین. پس بشناسش. و این حکمت در ما توانایی این رو دارد تا از آتش سوزان رها بمونه. مانند کی؟ شدرک، میشک، ابدنقو. زمانی که اینها رو مجبور میکنه نبوکدنصر که بت طلایی رو بپرستن، اونها ممانعت کردن، اونها زانو خم نکردن در برابر بت، ایستادن. آنها رو انداختن توی کوره آتش. توی کوره آتش حکمت خدا اونجا عمل کرد، همون حکمتی که به اونها شجاعت داد تا در برابر بت و بت پرستان بگن نه. توی آتش مسیح با اونها بود. نبوکدنصر میگه ما 3 نفر رو در آتش قرار دادیم، اما الان من 4 نفر رو میبینم. نفر چهارم شکل پسر خداست. اینو نبوکدنصر بت پرست میگه، چون روح القدس براش باز میکنه. اگر من حکمت خدا رو بخوام توی زندگیم، با حکمت خدا عمل بکنم، شیرهای گرسنه حتی زمانی که من تجهیزات دفاعی ندارم، همون گونه که دانیال در چاه شیرها حبس شد، خداوند من و تو رو حبس میکنه. زمانی که با حکمت خدا هستیم. مطابق انجیل متی 14، با توجه به اینکه همه ما به خوبی میدونیم که روی زمین جاذبه هست و جاذبه زمین اجازه نمیده که ما روی آب بتونیم راه بریم، اگر حکمت خداوند رو بخوایی، همون گونه که شاگردان در طوفان بودن و عیسی مسیح روی آب قدم به قدم نزدیک کشتی اینها میشد، قایق اینها میشد، وقتی که پتروس مسیح رو دید، شما فکر میکنید پتروس از عیسی مسیح چی خواست؟ گفت من میخوام مانند تو روی آب برم. درسته، اما عملا این رو گفت، من اون حکمت تو رو میخوام. این چگونه حکمتی است که درش قدرت و توانایی هست که حتی جاذبه زمین نمیتونه بر او غالب بشه؟ و مسیح گفت بیا. وقتی که آمد روی آب قدم به قدم، تا زمانی که نگاهش به مسیح بود روی آب را رفت، اما از وقتی که نگاهش رو روی موج دریا و روی دانش انسانی خودش دوفت رفت. هوشیار باش، وقتی به خدا می سپاری، وقتی به خدا توکل می کنی، وقتی حکمت خدا رو می خواهی، نگاهت به دانش زمینی نباشه. دانش زمینی خوبه، دانایی زمینی خوبه، علم زمینی خوبه، اما حکمت خدا ما برای این هست و اون تضمین 100% ما خواهد شد تا رفع تمام مشکلات بشه.